سلام، با گزارش های اقتصادی یک هفته از زیربنا خوش آمدید. اتحادی ترانسپورت های زمینی میگد که چالش های رانندگان با پاسگاه های پلیس در شاهراهای کشور حل شده است، اما اعضای این اتحادیه ادعا دارند که شمار نمایندگان فرا در شورای ملی با ایجاد پاسگاه از آنان باجگیری میکنند. این اتحادیه هشدار میدهد که اگر این چالش ها از برابرشان حل نشود، خود دست به کار خواهند شد. اینجا اعضای اتحادیه ترانسپورت های زمینی گرد آمدند و از حل شدن چالش هایشان با وزارت های داخله، فواید عامه، مالیه و ترانسپورت خبر می دهند. اما به گفته این اتحادیه، شماری از نمایندگان مردم در جنوب غرب کشور با ایجاد پاسگاه ها از آنان باجگیری می کنند. په دوه پوستو نورو وای درې وکیلان بولی وای یو وای ماته راکړی همداسې په هر ځای کې متاسفانه خو وکیل صاحبانو ته زموږ احترام دی، موږ رایه ورکړي، مګر داسې بد خلک هم شته. زه هیله کوم چې دوی ځان اصلاح کړي. اما مشکلات د مسیر راهها به جایش باقی سته. ما تا زمانی که کل مشکلات امنیتی د مسیر راهها برای دریور و موتردار و برای ترانسپورت حل نشده باشه، انقلاب خود دوام میتیم و حق خود میخواهیم. در همین حال ادامه چالش ها در برابر ترانسپورت زمینی نگران کننده و زیانبار دانسته میشود. ارگان های دولتی بلخصوص رهبری حکومتی است که باید مشکل سکتور خصوصی ترانسپورت حل بسازند به هر چیز و ترین فرصت، چون که قیمت ها هم افزایش یافته. تمامش مشکلات سکتور ترانسپورت است که موتورهای مردم استاد است، مال انتقالات نمیافه. اما مسئولان وزارت ترانسپورت بر گسترش همکاری با شرکت های ترانسپورت خصوصی تاکید می‌ورزند و همچنان تیمی مشخصی که به خاطر تکنیکی که در این باره ایجاد شده با اونا نشست های مشترکی دارن. تلاش ما این است که ما تا به خاطر بهبود وضعیت ترانسپورتی و برنامه های ترانسپورتی را در سراسر افغانستان عملی بسازیم. یعنی شرکت های ما باید معیاری شوند. تمام مواردی که هستن اید نظریات سکتور خصوصی گرفته میشه، ما با همکاری سکتور خصوصی تمام برنامه های خود عملی میسازیم. درباره ادعای اخاذی در ولایت های جنوب غربی به ویژه فرا خواستیم دیدگاه نمایندگان شورای ملی را هم داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق نشدیم. بازرگانان و دانشجویان افغان در تاجیکستان خواهان باز شدن مرز شیرخان بندر هستند. به گفته آنان از شروع موج نخست ویروس کرونا مرز تاجیکستان در بندر شیرخان بسته است و دوام این مشکل به آنان زیان اقتصادی وارد کرده و نیز از دانشگاه در صورت حاضر نشدن هشدار اخراج دریافت کردند. پس از چند ماه بسته بودن بندر شیرخان به دلیل ویروس کرونا، واردات و صادرات در بندر شیرخان کندز شروع شده است. اما از شروع موج اول ویروس کرونا تا هنوز مرز تاجیکستان برای رفت و آمد افغان ها بسته است. بازرگانان میگویند دوام این مسئله برای آنان دردسرساز شده و بازرگانانی که در تاجیکستان کار بازرگانی میکنند با مشکل روبرو هستند. تا هنوز به اصطلاح کشور همسایه ما را قناعت داده نتونستند که حداقل اگر به تمام مردم افغانستان را باز نمیشه، حداقل به کسایی که در اونجا درس میخوانن، تحصیل میکنن و کسایی که در اونجا کاروبار دارن و رفت آمد میکنن، این همی مشکلات باید در نظر بگیرن و هر چی زودتر باید این مشکل ما حل شود. در غیر از او این مشکل زیاد شده میره و سر کاروبار ما تاثیرات خیلی منفی با وجود آورده. دانشجویانی که در تاجیکستان در مقطع مستری درس میخوانند میگویند از دانشگاه های تاجیکستان هشدار دریافت کردند که اگر به درس هایشان حاضر نشوند از این دانشگاه ها اخراج خواهند شد. متاسفانه که از چند ماه به این طرف سرعت مسدود است، حداقل به فرصت مساعد بکنند که معلمان برن به خاطر درس در اوجا و اوج هم تاکید داره که اگر معلمان نباین اخراج میشد. بسیار مشکلات زیاد را به بار آورده. از کشور تاجیکستان خوشمندم که به خاطر حسن نیت همسایگی مرز بروی ای افراد باز کنم. شورای ولایتی کندز نیز از دوام این چالش نگرانی میکند و از کشور تاجیکستان و حکومت محلی کندز خواهان حل این چالش است.
خواهش ما از وزارت خارجه افغانستانی است که هرچی آجل و زودتر کوشش نماید که این مرز بروی آبرین باز بکنه و تجارای ما و در پلوش محصلین ما و همه کسایی که دو طرف ضرورت دارند باید رفت آمد کرده بتانند. مسئولان محلی نبود قنسلگری تاجکستان در کندز را از چالش دیگر در این ولایت میگویند و میفزند که مشکل بازرگانان و دانشجویان را با وزارت خارجه شریک ساختند. فدراسیون اتاقهای سکتور خصوصی از روبرو بودن صنعت قالین با خطر نابودی هشدار می‌دهند. این فدراسیون حکومت را به بی‌توجهی در این زمینه متهم می‌سازد. از سوی هم برخی قالین بافان از وضعیت بد صنعت قالین در کشور ابراز نگرانی می‌کنند. قالین افغانستان که در بازارهای جهانی شهره است، اکنون هم در بخش‌های از کشور به گونه صنعتی تهیه می‌شود. حکومت و سکتور خصوصی هم سرمایه گذاری لازم در این زمینه نکردند. تا جای سطح تولید قالین ساخت کشور به گونه بی پیشینه کاهش یافته است. تولید قالین بسیار کاهش پیدا کرده، به جای که افزایش پیدا کنه رو به پایین استش و دلیلی است که توجه صورت نمیگیرد و من از دولت مردان عزیز خود خواهشمند هستم، از حکومت عزیز خواهشمند هستم که در راستای تولید قالین حتما حمایت داشته باشند. فدراسیون اتاق‌های سکتور خصوصی هم از روبرو بودن صنعت قالین در کشور با تهدید نابودی هشدار میدهد. زمان قالین کاملا د افغانستان د لاسه د افغانستان د اختیار نه وتلی ده، د بل چا په لاس کې ده. اما د افغانی قالین چون په نړۍ کې ډیر زیات شهرت لري، په افغانی قالینو باندې دا خرڅیږي په نړۍ کې، او کدلته هم جوړیږي. موږ د برش او د کټنګ ماشین نه لرو او هغه موږ پاکستان ته وړو او پاکستان کې بیا د پاکستان په نامه باندې صادریږي بدبختانه. اما وزارت صنعت و تجارت از بازاریابی برای قالین کشور در بازارهای خارجی خبر میدهد. اخیراً وزیر صنعت تجارت هدایت مستقیم دادند تا در تمام 12 نمایشگاه بیرونی که ما در خارج از افغانستان قرار است در جریان سال 1400 برگزار کنند، بخش‌های مهم نمایشگاه بر قالین افغانستان اختصاص بدیم. آگاهان اقتصادی باور دارند که نبود ظرفیت‌های لازم در وزارت صنعت و تجارت سبب شده که صنعت قالین در کشور با چالش‌های از جمله نبود بازار و یا هم موارد قاچاق روبرو باشد. با گذشت 3 ماه از افتتاح خط آهن خواف هرات و هنوز هیچ حمل و نقلی از این مسیر صورت نگرفته است. بازرگانان در هرات میگویند هنوز راهکار مشخص برای صادرات و واردات در این مسیر وجود ندارد و مسیر خط آهن نسبت به دیگر مسیرهای حمل و نقل هزینه بیشتر دارد. مقامهای وزارت صنعت و تجارت اما میگویند مسیرهای خط آهن دریچه خوبی برای صادرات و واردات است، اما هنوز در این زمینه توافقات میان دو کشور نهایی نشده است. حدود 3 ماه پیش این مسیر جدید ترانزیت میان ایران و افغانستان گشایش یافت. خط آهن خواف هرات که قرار بود دریچه تازه‌ای برای حمل و نقل کالاها باشد فعلا غیر فعال است. بازرگانان با انتقاد میگویند در حال حاضر هیچ محموله از این مسیر صادر و وارد نمی شود. متاسفانه خط آهن فعال نیست. بعد از افتتاحیه و قبل از افتتاحیه که ما شاهد ورود محموله های آزمایشی بودیم. این مسیر ریلی که پس از سالها انتظار کلید خورد و در شروع خوشبینی های زیاد را به همراه داشت، اما حالا به دلیل هزینه بالای حمل و نقل، تعرفه های سنگینی که وضع شده است و هزینه خاکپولی که حکومت میگیرد غیر فعال مانده و بازرگانان را نسبت به این مسیر جدید دل سرد ساخته است. اخذ فیس داخلی ما در داخل افغانستان بالا هست که ما نمیتونیم با این هزینه نسبت به ترانسپورت داخلی افغانستان رقابت کنیم. به وعده هایی که تا به حال دولت داده، من فکر میکنم که حدود 30-40% بیشتر عمل نشده. با این حال مقام‌های دولتی میگویند کارهای ساختمانی و ساخت تأسیسات در مسیر خط آهن خواف هرات تکمیل شده است، اما به خاطر تسهیلات لازم برای بازرگانان نیاز است تا اقدامات اساسی صورت گیرد.
یک سلسله اقدامات و اجراعاتی در سطح مرکز و توافقاتی که بین دو کشور بود اینا هم در حال نهایی شدن هست و طبیعتاً نقشه راه فعالیت این مسیر روی دست مقامات مرکزی است، انشاءالله او هم عملی میشه. با افتتاح خط آهن هراتخاف و آقیننخوی در غرب و شمال افغانستان، میزان صادرات ما به خارج از کشور به خصوص کشورهای اروپایی و آسیای میانه از طریق این خطوط گسترش خواهد یافت. در 4 ماه گذشته به گونه آزمایشی یک محموله 500 تنی از این مسیر وارد شده است و همچنان بازرگانان هرات نیز یک محموله از کالاهای داخلی را صادر کردند، اما پس از آن هیچ محموله صادر و وارد نشده است. بیش از 2 میلیارد دلار از کمک‌های آمریکا در پروژه‌های بازسازی افغانستان به هدر رفته است. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌اش نگاشته است که از مجموع 7.8 میلیارد دلار که برای اعمار ساختمان‌ها و وسایل نقلیه کمک شده بود، 2.4 میلیارد دلار آن به مقصد مناسب استفاده نشده و یا هم از بین رفته. ریاست جمهوری خواهان به مصرف رسانیدن پول‌های کمک شده از آدرس حکومت است. کنگره ایالات متحده آمریکا برای بازرس ویژه این کشور برای بازسازی افغانستان دستور بازرسی از کمک‌های این کشور برای افغانستان را داد. حال سیگر در گزارش تازه‌اش دریافته که از مجموع 7.8 میلیارد دلاری که از سوی نهادهای کمک‌کننده آمریکایی و وزارت خارجه این کشور برای بازسازی در افغانستان کمک شده است، 2.4 میلیارد دلار آن به هدر رفته است. در صورتی که در این ارتباط تخلفی از جانب ادارات افغانستان صورت گرفته باشد، کمیسیون موضوع را با مراجعی مربوط پیگیری میکنه و از نتایج اجراعات صورت گرفته به مردم افغانستان گزارش میدهد. در این گزارش آمده است که به دلیل چالش‌های امنیتی بازرس‌های آمریکایی نتوانستند از پروژه‌ها نظارت کنند و این باعث شده که بسیاری از پروژه‌ها به گونه درست عملی نشود و پول‌ها به هدر برود. ریاست جمهوری ما می‌گوید که در صورت دولت افغانستان پاسخگو خواهد بود که صلاحیت مصرف این پول‌ها به حکومت افغانستان داده می‌شد. د افغانستان حکومت غوښتنه په لومړي سر کې دا وه چې ټولې مرستې باید د حکومت له لارې هماهنګ او مصرف سي تر څو د دې مرستو اغېزمنتوب معلوم وي. افغان حکومت د حساب ورکولو او همداراز د شفافیت په برخه کې پوره تعهد او ژمنتیا لري. سیگر دریافته است که بیشتر این وسایل که به ارزش میلیاردها دلار به هدر رفته است به گونه مستقیم مربوط به نهادهای آمریکایی می شود. در این گزارش سیگر همچنان نوشته است که کمک های آمریکا زمان ادامه پیدا می کند که کشور کمک گیرنده توانایی مصرف و استفاده درست از آن را داشته باشد. پول بسیار هنگفت اینا به نام افغانستان میگن که باید کمک شود، بازی قرارداد میشه در واشنگتن امرای خود کمپانیای کلان امریکایی که اونا چون در افغانستان نیستن یا نمیخواین باشن خودشان او را یک قرارداد دیگه میکنن امرای یک کمپانی که مثلا در افغانستان کار میکنه و باز او کمپانی باز امرای دیگه کسا قراردادها میکنه. نتیجه این میشه که هر کمپانی سکتور خصوصی است فایده خود میگیره. این بار نخست نیست که بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان از هدر رفتن پولهای کمک شده به افغانستان گزارش می‌دهد. پیش از این نیز از هدر رفتن صدها میلیون دلار در پروژه پروموت یا ارتقای توانمندی زنان نیز گزارش داده بود. وزیر تجارت تاجیکستان از افزایش برق وارداتی به افغانستان خبر می‌دهد و می‌گوید که روابط بازرگانی نیز گسترش خواهد یافت و تأکید می‌ورزد که تاجیکستان در بخش تجارت برای افغانستان اولویت داده تا بازرگانان سرمایه‌گذاری‌هایشان را بیشتر بسازند. در همین حال هیئت مجلس نمایندگان افغانستان می‌گوید که میزان روابط تجاری با این کشور باید از مرز میلیاردها دلار در سال بیشتر شود. و دنبال سفر هیئت مجلس نمایندگان به تاجیکستان، وزیر تجارت این کشور روی گسترش روابط تجارتی تاکید می‌ورزد و می‌گوید که برق صادراتی به افغانستان بیشتر خواهد شد. ما ممکن است گسترش همکاری را در این سمت با استفاده از تجربه موفق یکدیگر ایرانیان. در همین حال معاون نخست مجلس نمایندگان می‌گوید که
میزان تجارت به این کشور همانند پاکستان و ایران باید بیشتر شود. بخیر روز به روز نتیجه با این حال مقام های تاجک تاکید می ورزند که این کشور تعهدات قوی در بخش تجاری مبارزه با مواد مخدر و راست‌افغانی با افغانستان دارد و آماده همکاری های بیشتر هستند. بازرگانان در یک نمایشگاه جهانی زراعتی شرکت کردند. وزیر زراعت و مالداری میگد که در این نمایشگاه بازرگانان افغان به ارزش 171 میلیون دلار قرارداد فروش تولیدات داخلی را به امضا رساندند. به گفته وزیر زراعت این قرارداد بیشتر به کشورهای هندوستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی به امضا رسیده. نمایشگاه بین المللی زراعتی زیر نام گلفود با شرکت بازرگانان 28 کشور به شمول افغانستان برگزار شد. در این نمایشگاه به شمول به نمایش گذاشتن فراورده های داخلی افغانستان، بازرگانان افغان قراردادی را به ارزش 171 میلیون دلار از بهر فروش فراورده های داخلی به امضا رسانیدند. به ارزش بیش از 171 میلیون دلار قراردادهای فروش محصولات زراعتی را با تاجران کشورهای خارجی به خصوص هندی ها و تاجران از امارات متحده عربی به امضا برسانند. مسئولان اتاق تجارت بین المللی میگوید که تولیدات زراعتی افغانستان علاقمند زیاد در بازارهای جهانی دارد. دا کافی ندی که کافی ذکر ندی چې تر اوسه هم مګنسو کولای اروپایی بازارونو ته دیږي په استاندارد معیار باندې صادرات ولرو. پامده شکل امریکایی هیوادونو ته. در این حال اتاق فدراسیون سکتور خصوصی بر سرمایه گذاری بیشتر در بخش زراعت تاکید دارند. توجه دولت در سکتور زراعت بیشتر توجه شوه و سکتور خصوصی آماده سرمایه گذاری هست به خاطر بسته‌بندی معیاری. بر بنیاد اطلاعات وزارت زراعت در نمایشگاه بین المللی گلفود در سال پار بازرگانان افغان به ارزش 100 میلیون دلار عائد کرده بودند. و اکنون هم نرخ اسعار. نرخ طلا و سپاسگزارم از همراهتان به برنامه زیربنا. وقت بخیر.